ما آینه از زندگی من و تو. ما باز تعریفی است از خشونت، عشق و احترام. ما نوری است به زوایای پنهان و ناگفته رابطه. ما عبور از تاریکی و تنهایی است به روشنایی و جمع. برای سفارش از وبسایت foojan.com دیدن فرمایید یا با تلفن 818-451-4-0 تماس حاصل فرمایید. من دکتر فوجان زینی روان درمانگر و مشاور خانواده هستم و به برنامه ندای درون خوش آمدید. برنامه ایست که مال شما سراجع به مسائلی که در زندگی شما مطرح هست با متخصصین گفتگوی داریم. خوشحال هستم که امروز دوباره خانم نسرین برخورداری که مشاور خانواده هستن و تخصصشون در پرورش کودکان هست. میدونین چند جلسه ای هستش که ما راجع به طلاق صحبت میکنیم و ابعاد مختلف طلاق رو در حقیقت نگاهی میکنیم، مروری میکنیم و قولمون برای به شما این بوده که راجع به قسمت های احساسی و از بعد احساسی و دردهایی که در زمان طلاق و بعد از طلاق و قبل از طلاق در حقیقت به وجود میاد با هم یه گفتگوی داشته باشیم. عزیزان من ازتون درخواست میکنم که حتما به دو تا آدرسی که زیر روی صحنه تلویزیون میبینین که یوتیوب چنل و فیسبوک هست حتما تشریف ببرین، جزء اون دوتا بشین تا بتونین تمام آرکایو های مختلف برنامه های ندای درون رو دریافت بکنین. غیر از اون خیلی از مقاله ها هستش که براتون از آخرین پدیده ها و آخرین خبرهای روانشناسی روی فیسبوک گذاشته میشه، در اینچه حتما بریم به اون فیسبوک آدرسی که میبینین لایک بزنین. فن پیج در نتیجه احتیاجی نداره که من شما رو دعوت بکنم، شما میتونید فقط لایک بزنین و جزوش باشین و در نتیجه تمام ارتباط صحبت های مختلفی رو که با خانم برخورداری هم داشتیم راجع به طلاق رو میتونید دوباره نگاه بکنید از توی یوتیوب چنل. پس میریم و برمیگردیم و تا چند لحظه دیگه دوباره با خانم نسرین برخورداری. قرص خواب میخوریم، دکتر میریم، نمیدونم مواد گیاهی استفاده میکنیم، مواد شیمیایی استفاده میکنیم، کلمه ها رو تکرار میکنیم، هزار تا کار میکنیم ولی بازم این خواب نمیاد. تازه اون کارا رو هم که میکنیم وسط خواب دوباره بیدار میشیم، دوباره نمیتونیم بریم بخوابیم. چیکار کنیم؟ در نتیجه یک دور سی دی برای شما آماده کردم، هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، که در این سی دی شما رو یادتون میدم که چجوری خودتون رو در حقیقت با به وسیله هیپنوتیزم خواب بکنین و بعدش این حالت آرامش براتون به وجود میاد و آروم آروم میرین توی اون فضای خواب. یه سری تکنیک های اولیه هست که توی این تکنیک ها رو که با مغزتون انجام میدین و یاد میگیرین دیگه یواش یواش فضا رو به وجود میاره که بریم بخوابین. دو تا تکنولوژی دیگه توش استفاده شد، یکی موسیقی که شما رو به حالت خواب و آرامش بخش براتون و دوم مانورال بیت توی این فضا که شما رو میبره به اعماق وجودتون و میبره توی تتا ویف و نگهتون میداره تا خواب آسوده رو نگه دارین. حالا بعضی از اشخاص ممکنه که اول شب اینو استفاده بکنن برای اینکه بخوابن، بعضی از اشخاص اولش خواب میرن ولی به خاطر تشویش و استراب یا افسردگی یا مسائل دیگه در این وسط شب بیدار میشن و این رو میتونن توی گوششون بذارن و دوباره به خواب عالی جلو برن. میدونید بعضی موقع ها داروهای خواب آور ممکنه که اجازه نده که ماها خواب داشته باشیم، یعنی خواب ببینیم، در حالی که این نوع تکنولوژی و هیپنوتیز و اینی که باشه یاد میگیرین که این رو برای خودتون انجام بدین
هیچ اتفاقی نمیفته با اینی که بتونین خواب ببینین، چون خواب دیدن بسیار مهمه و تمام فضای درسته. روز رو برمیگردونه و داره توی سیستم ما جا میندازه. در چون مهمه که حتما در خواب ما اختلالی به وجود نیاد. در حقیقت بیهوشمون نمیکنه. خواب طبیعی رو به ما میده. اتفاقا آخرین پژوهش‌های پزشکی و علمی امروز که من در برنامه رادیویی خوندم در مورد همین بود که اگر یاد بگیریم شب‌ها بخوابیم بیشتر مشکلات ما برطرف میشه و کاربرد مغز ما چندین برابر میشه. و کسانی که نمیتونن در شب بخوابن متاسفانه کاربرد سلول‌های مغزشون کم میشه و سال‌های سال طول میکشه تا ترمیم پیدا بکنه. پس برای سفارش، برای رفتن به خواب ناز، هم برای خودتون هم عزیزانتون و برای جوان موندن بهترین خواب. دقیقاً. شماره تماس 818-451-4-0 سفارش بدید برای خودتون و عزیزانتون. مرسی. عزیزان دوباره خوش آمدید، شما هم خوش آمدید. خیلی ممنون، متشکرم. طبق معمول از بودن اینجا واقعا خوشحالم و خوشحالم که در اختیار بینندگان عزیز هستم و بتونم یه مقدار به اطلاعاتی که دارن اضافه کنم. مخصوصا که مسئله طلاق میدونم که خیلی رایجه و اشخاص بالا پایینی که راجع به طلاق میرن خیلی زیاده و راجع به طلاق من 3 باره که صحبت کردیم و ابعاد مختلفش رو باز کردیم و مثل یک مجموعه ای هست که در اختیارتون میاد. باز میگم تشریف ببرین تو یوتیوب چنل که بتونین بقیه مجموعه رو بشنوید و در کنار هم بگذارید تا بتونید که بعدهای بزرگترش رو نگاه کنیم. امروز مثل که قراره راجع به مسائل احساسی صحبت بکنیم که بزرگترین ابعاد طلاق رو در حقیقت میگیره. دقیقاً همینطوره. امروز سعی میکنیم این بحث رو تقریباً تا این قسمتش رو ببندیم تا بتونیم بریم و به بحث خیلی مهم اثر طلاق روی بچه‌ها توجه بکنیم و اون رو بیاریم. بنابراین ما به تمام ابعادش نگاه کردیم، اینکه چه مراحلی گذرونده میشه، اینکه از نظر قانونی توی چه موقعیتی هستین که وارد اونجا میشین و از نظر قانونی یه مقدار کمی چون واقعاً تخصص ما نیست صحبت کردیم از اینکه میدییشن خیلی بهتر هست تا اینکه از راه قانونی بخواید برین، چون که اون شما رو دعوت میکنه به همکاری و مخارجش خیلی کمتره. و به طور کلی مراحل مختلف از زمانی که 2 نفر وارد این مرحله میشن که من میخوام جدا بشم با این فکر شروع میشه تا وقتی که به اون مراحل قانونی برسه و به انتها برسه رو راجبش صحبت کردیم. امروز اون مباحثی مقداری خوش بود و میخواستم که اون چیزی که واقعا تخصص ماست و اون چیزی که وقتی 2 نفر وارد این بحث میشن از نظر روانی به کجاها میرن، چه افکاری میکنن و گوشه و زوایای مختلف اون رو بهش نگاه بکنیم. مسلماً با تفکر و فکر طلاق یه احساس گناهکاری و خجالت زیاد میاد برای هر 2 طرفین، یه احساس باختن و بازندگی توی زندگی. همونجوری که شما خانم دکتر زین اون دفعه فرمودین اگه یه نفر بخواد از یک شغل بره یه شغل دیگه، گاهی وقتا خیلی هم احساس این میکنه که خیلی خوب قبلا یه تصمیم درست نگرفتم ولی الان این تصمیم بهتره و بعد میتونم بعد از اون یه تصمیم بهتر بگیرم. ولی با طلاق فرهنگی این اتفاق نمیفته و بنابراین این احساس گناهکاری و خجالت و بازندگی چه برای کسی که پیش قدم هست و برای چه برای کسی که حامل هست، تقریبا مسئله طلاق داره یا بهش تحمیل میشه یا اگر اونم موافقه ولی پیش قدم نبوده و حالا احساس میکنه که عقب افتاده، هر دو این احساسا رو دارن و بعد باهاش ترس و نگرانی خیلی زیادی میاد. مسئله شرم که میفرمایین یا احساس گناهی که اون شخص میکنه یه مقدار بازش بکنی و اون که احساس گناه خیلی موقع ها به وجود میاد برای اینکه طرف ممکنه فکر کنه که من کار بدی کردم یا اینی که باعث شدم که این طلاق به وجود بیاد یا اشتباه کردم یا شکست خوردم، چون معمولا یک نفر همیشه زودتر خواستار طلاق میشه تا نفر بعد و در نتیجه اگر که یک نفر به خاطر این خواستار طلاق شده که مسائل زندگی
حالت عادیشو داره، ولی اون شخص دیگه خسته شده از اون حالت زندگی، یا فرزندی داره و میدونه که اگر که از این فضای ازدواج بره بیرون همسرش و یا فرزندش خیلی درد میکشن، از اینی که داره این راه رو انتخاب میکنه و یک ساختار تعهدی رو میشکنه و کامل میکنه و میره، احساس گناه میکنه. احساس شرم خیلی موقع از جایگاهی میاد که به همه ماها گفتن که شما وقتی که ازدواج میکنین قاعدتا دیگه این اولی و آخرین یارتون قراره باشه، و تو همه فرهنگا و تو همه مذاهب این برای ماها ساختار اصلی شده، و در نتیجه وقتی که اون رو دارین میشکنین از نظر جامعه، اون فضای شرم داره به وجود میاد که من دارم یک ساختار اصلی رو میشکنم و انگار شکست خوردم نسبت به اون ساختاری که بر من گذاشته شده. با اینی که آمار طلاق هر روز داره بالاتر میره، با اینی که وقتی ما منطقی به این مسئله فکر میکنیم میبینیم شاید بودن در ازدواج شاید بدتر باشه تا نبودنش، این دو احساس به هر صورت در کنارش داره میاد و طبیعیه برای زمانی که داره میاد. حالا مهم میشه که چجوری از توش رد شد، چجوری با خودش آدم صحبت بکنه، چجوری دیدگاهش رو تغییر بده که بتونه رد بشه از این نوع دیدگاهی که این نوع احساس رو میاره. وقتی گفتین که قراره که این تصمیم یه تصمیم نهایی باشه، یاد پدرم افتادم که تقریبا تو تمام عروسی ها میرفت سراغ عروس داماد آخر شب موقع خدافظی و خیلی با یه اخم و تخم و یه کامند خیلی جدی بهشون میگفت آخرین باره که از این کارا میکنی. و واقعا امیدوارم برای بیشترین انسان ها و آدم ها به قدر این انتخاب درست رو بکنن که آخرین باری باشه که یه همچین خرج عظیم و غریبی هم برای یه شب میکنن. بعضی وقتا it doesn't make sense. anyway بذارین یه مقداری یه برنامه دیگه از کراچ عروسی. آره ببینیم، داریم دوباره هی از طلاق فرار میکنیم سراغ عروسی میریم. این کار شماست که همیشه از طلاق فرار میکنیم، دوست ندارن اصلا ایشون طلاق ابدا. ولی همونجور که گفتیم بعضی وقتا واقعا لازمه. ما اگه بخوایم این احساسا رو یه مقداری جداترش بکنیم، یه مقداری مشخصترش بکنیم و بدونیم واقعا طرفین هر کدوم به نسبت خودشون چه احساسی دارن، چه زن باشن چه مرد باشن، اون کسی که اینیشیتور هستش، پیش قدم هستش، احساسایی که داره یه مقدار با ترس همراه هستش، یه مقدار احساس آزادی که بالاخره تموم شد، بالاخره من از این جهنم یا از این جایی که بر من مناسب نیست یا نمیخوام بیرون میام و خلاص شدم، و یه مقدار شروع میکنه خودش رو دور کردن و دوری رو به وجود آوردن، یه مقداری بی‌حوصله میشه با طرفش و انگار که میخواد زودی این ماجرا، حالا که من این تصمیمو گرفتم دیگه حوصله این که بخوام بکشمش یا ناز حالا گریه ها و احساسات اون رو بکنم یا بخوام منتظر بشم تا اون پروسسی که از نظر قانونی باید بگذره، یه حالت اجیتیشن و بی‌حوصلگی بهش دست میده که بذار من فقط تموم کنم اینو و جلو برم، و یه مقدارم ریزنتمنت، خشم و عصبانیت، این که باعث شدی من به اینجا برسم و باعث شدی که من مجبور بشم پا جلو بذارم و تصمیم به جدایی بگیرم، یه مقدار شک و تردید براش باقی هست که آیا تصمیم درستی دارم میگیرم یا نه، چون این اونه که پیش قدمه و داره این تصمیم رو میگیره، و یه مقدار زیادی هم احساس گناه که من به هر حال جوری شروع کردم، قرار بود کسی رو خوشبخت کنم، قرار بود خانواده‌ای رو داشته باشم، قرار بود خانواده دو طرف رو به هم دیگه نزدیک کنم، یه مسئولیتی روشونه من بود و مثل اینکه دارم ازش شونه خالی میکنم. درسته که سخته، درسته که به خودم حق میدم، ولی یه مقدارم احساس میکنم کاش میتونستم، آیا میتونستم کار بهتری انجام بدم یا نه. احساس کسی که داره طلاق رو درخواست میکنه تا کسی که درخواست نمیکنه خیلی متفاوته، مخصوصا در طلاقهایی که یک دفعه این فضا میاد. حالا یه زمانی هستش که چندین و چند سال هست که اشخاص دعوا دارن میکنن و هی این تهدید طلاقو به هم میکنن، اگه دوستن داری برو طلاق بگیر، حالا که دیگه به جای نرسیده پس برو طلاق بگیر. در نتیجه یه جوری هر دوشون آمادن، انقدر این تهدیدا رو به هم میکنن، انقدر دارن سعی میکنن، و بالاخره هر دو به یه جای ناامیدی میرسن که بهتره دیگه طلاق بگیرن، و در نتیجه اونجا حسشون به هر صورت اینه که یکسانه. ولی خیلی از طلاق‌ها اینجوری پیش نمیاد،
خیلی از طلاقای یک نفر خسته شده، کامل شده و دلش میخواد طلاق بگیره و یک نفر هنوز اصلا آماده نیست، هنوز امید داره، هنوز میخواد روی این رابطه کار بکنه. و مخصوصا این صحبتایی که شما کردین روی کسانی که مدتی تصمیم گرفتن که طلاق بگیرن، شاید گفتن، شاید در لفافه گفتن، شاید اصلا نگفتن، و یک دفعه وقتی که این خبر رو میدن و تازه شخص مقابل میفهمه، این احساسا خیلی پیش میاد. برای اون کسی که کامل شده توی این رابطه، وقتی که اون یارش که هنوز کامل نشده داره باز چنگ میندازه، درخواست میکنه، چونه میزنه و میخواد اینو جلو ببره، چون شخصی که میخواد طلاق بگیره دیگه کامل شده با این پروسه، خسته میشه و دیگه نمیخواد گریه رو گوش بده، کارا رو نمیخواد گوش بده، اصلا دلش نمیخواد به هیچ عنوان توی این چونه ها و بارگن کردن و اینا شرکت بکنه و میخواد فقط پروسه تموم شه. خیلی موقع در این فضا گروه دیگه ای رو در بر گرفتن، یعنی شاید به فامیلاشون گفتن، به دوستاشون گفتن، حتی رفتن یه رابطه دیگه پیدا کردن، یک کاری انجام دادن، به فرزندانشون گفتن، و در نتیجه انقدر اون کامیونیتی و گروه اطرافشون رو هم با خودشون همسو کردن که میبینید که اونها هم این حالت رو پیدا میکنن. یعنی مثلا مادر و خواهر طرف و دوستای طرف هم شروع میکنن جبهه گرفتن، چون میدونن این شخص دیگه کامل شده و میخواد بره. اونی که نگه، یعنی هنوز آماده نیست برای طلاق و هنوز داره یک جوری چونه میزنه و بارگن میکنه، اون احساس خشمش میاد، ترسش میاد، شرمش میاد، تشویش و استراب و همه اینها رو داره دربر میگیره و یک حالته که هم بده هم عشقه، هم بده هم عشقه. اون کسی که کامل شده مجبوره که فقط بدی‌ها رو نگاه کنه، خشمش رو بالا نگه داره تا بتونه از این رابطه بره. اونی که هنوز آماده نیست، هی لطافت رو میاره، هی عشق رو میاره، بعد خشم رو میاره و این احساسا رو مکررن داره انجام میده، تا اینی که دیگه امضاها که بره، بعد دیگه عشق رو کنار میذاره و فقط خشم رو به وجود میاره و احساس ویکتیمایز بودن میکنه راجع به این مسئله. در سالیان سال همونجوری که گفتین، اون کسی که حامله، ریسیوره، اون کسی که طلاق احساس میکنه شاید داره بهش تحمیل میشه یا عقب افتاده چون دیگری پیش قدم بوده، یه احساس شاک بعضی وقتا بهش دست میده. درسته که میدونه چیزایی وجود داره، اختلافی وجود داره، ولی یا جدی نمیگیره و یا توی دینایل میره که نمیپذیره، و وقتی که واقعا مسئله طلاق به یه مرحله جدی میرسه یا عنوان میشه، یه حالت شوک زدگی و تروما زدگی بهش دست میده. احساس میکنه که اصلا کنترل نداره، احساس میکنه که اونجا یه نفره که ویکتیم شده، یه نفره که بازنده شده. سلف استیم، اون اعتماد به نفسی که داشت و اگر احساس خوبی نسبت به خودش داشت، شب عروسی، شب و روز عروسی توی نامزدی چقدر هر دو نفر انگار میکنیم که واقعا پرشون کردن، پر از شادی هن، پر از اصلا واقعا دخترها یه زیبایی خاصی، یه گلو خاصی توی پوست و توی وجودشونه، بلکه احساس میکنن یه نفر منو انتخاب کرده above everybody else، بیشتر از هر کس دیگه این منو میخواد و منو داره برای زندگیش انتخاب میکنه، و اون اصلا یه حالت سربلندی، راه رفتنشون، حرکت کردنشون، همه چیز با اون سلف استیم میره و اینجا اون ازشون گرفته میشه. یه حالتی که من تو رد شده ای، تو ریجکت شده ای، تو ناخواستنی هستی، و اونجا تمام این اون احساس خوب واقعا خالی میشه، من توهی میشم و اون سلف استیم رو از دست میدم. یه حالت انسیکیوریتی دارم، ناامنی دارم که حالا چی، من پشتمو دارم از دست میدم، و شاید زمانی که دختر بودم برام آسون تر بود کسی رو جذب کنم، الان با 2-3 بچه یه احساس بی پشتی و ناامنی هستش، عصبانیت خیلی زیاد هستش، و یه حالت انتقام گیری، یه حالت این که میخوام دردش بگیره، میخوام ببینه که من چه احساسی دارم، و از طرف دیگه خواستن این که دوباره این رابطه رو برگردونه، دوباره یه حالت این که یه چیزی مثل چیزی که دارم از دستش میدم، همونطور که گفتین. توی این ماجرا هر دو تقریبا، به خصوص کسی که پیش قدم هست، میخواد که فاصله بندازه بین خودش و دیگری، و برای که این فاصله رو بندازه سعی میکنه دیگری رو پر از عیب و ایراد بکنه و عیب و ایراداش رو بزرگ کنه، اگزاجوریت کنه، و شادی‌ها رو، خوبی‌ها رو دیگه نمیبینه و اونا رو کم میکنه.
نمیخوام به کسی بی احترامی بشه، ولی حتی برای فروش یه ماشینی که مورد علاقتونه ولی باید بفروشین، ایب و ایراداشو بزرگ میکنین و اینجوری هم که هست و صندلیش هم که پاره شده و نه بابا شکل و قیافشو ببین و لوله اکساسش داره صدا میده، نه فایده ای نداره و ایب و ایرادی که قبلا به نظرتون حتی موتورش خیلی خوبه، خیلی قویه، هنوز ران میکنه رو تو نظر داشتین، اونا دیگه میره عقب و ایب و ایرادا میاد جلو تا بتونین این ماشینو بفروشین و یه ماشین جدید بگیرین. حالا دیگه چه برسه به یه رابطه‌ای که یه رابطه احساسی و عمیق و یا مادر و پدر فرزندتونه و یک یونیت بودین، یکی شده بودین و الان قراره که واقعا شقه و دو نصف بشین. مخصوصا وقتی که آدم داره با بقیه صحبت میکنه اینو بیشتر متوجه میشه که چون همه بالاخره نشستن میگن حالا طلاق نگیر، به فکر بچه‌ها بودی، چرا اینجوری میکنی، یه بار دیگه سعی کن و و به خاطر همین کسی که تصمیم گرفته که طلاق بگیره در جواب و پاسخ تمام اشخاصی که در خانوادهش، اطرافیانش، آشناهاش هستن باید مکررن اینها رو تکرار کنه که مصممه برای این کار و بعد میگن چرا معمولا هیچ کس نمیگه، به خاطر اینه که خب من کار اشتباه کردم، مصممم تصمیم میگیرم برم از توی این رابطه، همه میگن خب اون اشتباه کرده، آخه چی کار کرده که تو میخوای طلاق بگیری، حالا اونقدر خوبم بیرون نیستن، مگه این چقدر بده؟ بعد خب اون شخص مجبوره که بشینه لیست بنویسه از اینه که چقدر بده که به بقیه گروه خانواده و آشنا و همه ثابت بکنه که من اگر تصمیمی دارم میگیرم احمق نیستم، خول نیستم و به خاطر تصمیم درست دارم میگیرم، پس من باید لیستی تهیه کنم از بدترین اونهایی که اون شخص هست، اون بدترین ها رو اگزاجوره بکنم که حداقل برای خود من این توجیه بشه و برای همه اطرافیان من توجیه بشه که چرا من دارم تصمیم میگیرم که طلاق بگیرم. و این موضوع باعث میشه که یک میگن enrolling the whole community، کل فضای خانواده و اطرافیانمون هم نه تنها داریم enroll میکنیم، بلکه هر بار که این حرفا رو باید بزنیم خودمون هم یک بار دیگه داریم قانع میکنیم که این تنها راهه و یک جایی میرسه که حتی اگر بخوام برگردم دیگه خجالت میکشم، انقدر این طرف رو هیولا کردم جلوی خودم و همه آدم ها که اصلا نمیدونم چجوری حالا دیگه به این هیولا برگردم، چون فضایی رو که من در ذهن خودم و خانواده و آشناها ساختم یک چیز عجیب غریبیه که اگر حالا بخوام برگردم جواب اونا رو چی بدم. و این فضا رو شما خیلی خیلی میبینید و بعد اون کسی هم که ویکتیمایز شده و حس میکنه که طلاق بر اون داره اتفاق میفته هم میره در جایی که از خودش دفاع بکنه، چون این بالاخره این همه به هم دیگه واسه تلفنی خبر میدن دیگه، این پشت اینو گفت، رفتیم اونجا نشسته بودیم اینو گفت، در اینجا اون شخص میره توی فضای دفاعی خیلی خیلی عمیق و بعد اون هم مجبوره بگه که نه والا من خیلی خوب بودم، اون بد بود، حالا بذار بگم اون چقدر بد بود، این قراره حالا لیستا رو بزرگتر و بزرگتر بکنه و به همه و اطرافیان این لیستا رو بده و قسمت‌های خودش رو خوب بکنه که بتونه این فضای طلاق به وجود بیاد. همونجوری که گفتین وقتی که من دارم این همه انرژی میذارم که اون رو مقصر بدونم، یه انرژی همون زیر هست که دارم از مسئولیت خودم فرار میکنم و نادیده میگیرم و جلوی دیگرون نشون میدم که من شعر و سهمی توی این جدایی نداشتم، من کاری نکردم. یعنی به همون اندازه که من میخوام خودم رو قانع بکنم که این تصمیم جدایی درسته، به همون نسبتم این همه فشاری که من میذارم که اون رو مقصر بکنم به خودم و به دیگرون نشون میده که من هیچ مسئولیتی نداشتم، من تقصیر نداشتم، من بهترین کار خودم رو انجام دادم برای که اینو نگه دارم و نشد. و وقتی هم که این اتفاق میفته و من به فکر انتقام گیری میفتم، باز اون انرژی زیرش هست که حق منه که بخوام انتقام بگیرم، چون من تعهدی نداشتم، من مسئولیتی نداشتم، من کاری نکردم که تقصیر من باشه، تقصیر توه، و اونجاست که من میخوام این انتقام رو ازت بگیرم و با اون انرژی که بهش میدم خودم رو میتونم توی اون بیگناهی برای خودم و برای دیگرون بپوشونم. یه قسمتی هم که میدونین خانم برخورداری این مسئله انتقام پیش میاد خیلی جالبه، چون من وقتی که با اشخاص کار میکنم راجع به ازدواجشون که حالا بعضی موقع داره به طلاق ممکنه برسه، جالبه که هر کدوم این اشخاص زمانی که گوشه‌ای برای خودشون اون چونه رو میزنن و میگن شاید من بلندشم و برم یک کاری، یک قدمی بذارم، بذار امروز مثلا یک کاری بکنم، یک مهری، یک صحبتی بکنم که شاید این مسئله
رابطمون بهتر بشه و به طلاق نرسه. بعد خیلی دیگه به خودشون فشار میارن با اینکه دیوارا رو جلوشون دارن و تمام این دیوارا و سپرا جلوشون هست، میرن جلو، مثلا با زور دیگه حالا یه جمله میگن خوب امروز خوبی، حالا مثلا اخمم دارن که الان فکر نکنم من زیاد از حدم دیگه دارم خودم رو کوچیک میکنم، تحقیر میکنم، ولی به خیال خودشون دارن 100% میذارن و دارن مثلا سعی میکنن. اون یکی شخص هم که اصلا روحش خبر نداره، فعلا تو جنگن و یکم نگاه میکنه، تازه اخم اینم که میبینه اونم انتظار داره فوقش که این مثلا این همه از هم دور بودن، اون شب ها که کنار هم نخوابیدن یا هر چیزی، اون یکی مثلا بیاد دست روی سرش بکشه و نازش بکنه، وقتی میبینه که این فقط داره میاد میگه خوبی، اونم جواب میده که اینه این مدل خوبی گفتنه به تو، چه تو که بعد کر نمیکنی، تو که بعد مطرح نیست. بعد این یکی که فکر میکنه من کلی زحمت کشیدم که رفتم، میگه ببین فایده‌ای نداشت، من 100% رو گذاشتم، ولی دیدی اصلا کار نمیکنه، خوبی بهش نیومده، خوبی بهش اصلا نیومده. و به خاطر همین میبینین حتی با نیت بسیار بسیار زیبا و پاک که هر کدوم از اشخاص گهگداری میرن که این فضای وصل بودن و کنکشن رو به وجود بیارن، ولی هی بیراهه میره این کنکشن ها و مال همدیگر رو نمیشناسن و بدتر هی به خودشون ثابت میکنن در این زمان که ببین من دارم میام جلو، من دارم 100% رو میذارم و اونه که منو نمیخواد، اونه که منو دیگه دوست نداره، اونه که میخواد قدرت نمایی بکنه، اونه که میخواد کنترل بکنه. و همینطور این دو بخش با نیت اینه که کنار هم باشن، ولی چون رفتار رو اونچنان عوض نمی کنن، هی اضافه می کنن به این خشم ها و این تیغه هایی که هی هر کدومشون رو در حقیقت زجر خواهد داد. با دانش و دونستن این که این احساسات تقریبا عمومیه و همه تقریبا همه انسان ها کمابیش و بالا و پایین و با یه مقدار زیر و بنای مختلف این مراحل رو میگذرونن، خیلی خوبه که متوجه باشیم که این نیست که من تنها این احساسا رو دارم و حق دارم و حقانیت دارم، چون دنبال مقصر گشتن و تقصیر گذاشتن نه تنها چیز رو حل نمی کنه، کمکی به این که این مراحل خیلی سخت رو پشت سر بذاریم و برای پله سازی برای مراحل بعد، به خصوص اگر فرزندانی اون وسط هستن، واقعا کمکی نمی کنه. مقاله های زیادی نوشته شده، کتاب های زیادی وجود داره. یک کتاب که بر من خیلی جالبه و یکی از نویسنده های مورد علاقه من نوشته، جفری کاتلر نویسنده هست که کتاب های بسیار جالبی داره و سمیناراش خیلی جالبه، من هر جا که برم مطمئن میشم حضور پیدا کنم و صحبتاش رو بشنوم. کتابی نوشته به اسم Beyond Blame: A New Way of Resolving Conflicts in Relationship، که این مسئله رو هون کرده، نگاه کرده بهش و کمک میکنه که ما از این احساس خشم و مقصر کردن و انتقام جویی زودتر بگذاریم یا پشت سر بگذاریمش و سعی کنیم که به یه چیز مثبت واقعا تبدیلش بکنیم. پروسه بعد از طلاق یا در زمان یا بعد از طلاق پروسه خیلی سوگواری عمیقی داره و برای کنار گذاشتنش فاکتورهای مختلفی رو باید در نظر گرفت. یکی از اون فاکتورها اینه که همونطور که الان شما داشتین میگفتین مسئولیت من چی بوده، و تا زمانی که ما مسئولیت خودمون رو در این طلاق پیدا نکنیم، در جدایی و اینی که چجوری ازدواج ما شکست خورده یا پاری رفته یا خراب شده یا کارایی نداشته دیگه در بر نگیریم، اون حالت ویکتیمیزیشن و حالتی رو که همیشه بر من اتفاقی افتاده برای ما میمونه، و اون حالت ویکتیمیزیشن قربانی یک مسئله بودن، خودش درد خودشو داره و مسائل خودشو داره. به خاطر همین برای کنار اومدن از اون قربانی بودن حتما مهمه که شما مسئولیت کار خودتون رو در بر بگیرید، ببینید که شما چه جوری نقشی داشتید در این نتیجه‌ای که در حقیقت به وجود اومده. و اگر که مهارت‌هایی رو نداشتید، خب بهتره که یواش یواش یاد بگیرید، چون اگر دارین میرین در یک رابطه دیگه ممکنه که بتونید این رو استفاده بکنید. و اینه که حتی اگر که فرزندی دارید با اون شخص، مهارت‌ها رو به هر صورت احتیاج دارین، چون حتی اگر طلاق بگیرید مادر و پدر و والد اون بچه به هر صورت خواهید مون تا آخرم، و چقدر خوبه که حداقل این مهارت‌ها رو بتونید استفاده بکنید در رابطه جدیدی که با همون شخص دارید به وجود میارید و جلو میره. این یه قسمت جریانه. قسمت بعدیش اون وقت میره توی سوگواری که بعد خب بشینه آدم توی اون تنهایی تا توی اون
دلتنگیه، توی اون جایگاهی که اگه ازدواج خیلی طولانی بوده یک هویتی رو ماها با هم دیگه ساختیم و اون هویت رو جدا کردن خیلی خیلی مشکله، و اینی که حالا من کی هستم اصلا به عنوان یک نفری که سینگل هستش، و این پلیه که از گذشته بتونم کامل شم، یاد بگیرم و رهاشم، و بعد تازه تشویش و استراب دارم برای آینده‌ای که نمیشناسم، مدتی از فضا دور بودم، تنها زندگی کردن یا سینگل پیرنت زندگی کردن رو نمیشناسم، مثلا ضوابط خودش رو داره، اگر که قراره که تو رابطه‌ای برم مدت طولانیه که مثلا تو دیتینگ گیم نبودم، پس حالا چجوری باید برم دوباره این فضا رو با اون همه رقابت‌ها و شرایط و بازی‌های جدیدی که وجود داره دوباره ادامه بدم. و هر کدوم از این قسمت‌ها رو اگه ما بتونیم جدا 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 نگاه کنیم، می‌بینیم که راه حلی برای هر کدومشون از جایگاه جدایی میاد، با اینی که توی مسیر که میرین ممکنه مثل شهر لس آنجلس که از یه خیابون به یه خیابون دیگه میرین شهر رو عوض میشه، ممکنه تو مسیر اونقدر براتون مشخص نیست که کدوم مرحله رد شده داریم به کدوم مرحله داریم میرسیم، چون همش تقریبا در کنار هم و بعضی موقع‌ها به موازی هم و پارالل به هم داره میره جلو. ولی وقتی که شناختی پیدا بکنیم از هر مرحله‌ای، متوجه میشیم که هر مرحله‌ای مشکلش جای دیگه است، در نتیجه راه حلی که باید اون مشکل رو حل بکنه و ازش رها بشیم متفاوته. حرف از سوگواری زدین، دوست دارم اینو واقعا یه مقداری باز بکنیم، چون این یکی از احساسای خیلی خیلی مهمیه که میتونه آدمها رو به یه جایی به ناامیدی، به حتی احساس خودکشی برسونه. طلاق یه غم و اندوه و حزن شبه عزاداری داره، واقعا چیزی مرده، چون یه رابطه‌ای که بین شما و کسی که روزی عزیزتون بود و امروز پدر و فرزند، پدر فرزندی که با هم دیگه دارین یا مادر فرزندی که با هم دیگه دارین هست، و اون رابطه داره میمیره و بدن شما، سیستم شما، وجود شما، مسائل روانی و روح شما دقیقاً اون رو همون جوری ترجمه میکنه و باهاش روبرو میشه، هم فیزیکلی، هم بدنن و هم روحن، که دقیقاً عزاداری هستش متاسفانه. و این عزاداری استیجای مختلفی داره، مراحل مختلفی داره که خیلی مهمه که بشناسین و بهش نگاه بکنین و بدونین که یه حالت دیفنس، یه حالتی هست که باید ازش رد بشین تا این مرحله سوگواری رو پشت سر بگذارین. ما برای اینکه اینو به یاد داشته باشیم اسمشو میذاریم دبدا. از هر حروف هر مرحله حروف اولشو برمیداریم و اینو بهتون میگم که واقعا بتونین آیدنتیفای بکنین، بتونین نگاه بکنین و بشناسین که خودتون کجا هستین و کجای این مرحله هستین، و اینکه واقعا این مرحله یک چیز بسیار معمولی هست، نرمالی هست بین انسان‌ها و سیستم روانی انسان‌ها که باهاش درگیر میشن. دبدا دی برای دینایل هستش، یعنی اینکه من میرم توی اون حالتی که این مسئله رو انکار میکنم، نادیده میگیرم، انکار میکنم، اصلا وجود من انکارش میکنه. یعنی صبح دعوامون میشه و اون میگه که همینی که هست، امروز میرم طلاق و من فایل میکنم، بهتر زودترم جواب بدی، وسایل تو ورچین برو یا هر چیزی. من گریه میکنم، یک ساعت راه میرم، بعد میرم توی ماشین، میرم خرید میکنم، میرم که برای شام حاضر کنم خودمو، میرم برای فکر ویکند میکنم، زنگ میزنم به دوستم میگم let's get together، بیا بریم رستوران، که اصلا انگار اتفاقی نیفتاده. و این که تو ذهنمونه که امکان نداره، حالا یه چیزی گفت. بعد میدونیم به خاطر اینم که انقدر آدم اون وسط رو تهدید میکنن که واقعا وقتی که مثل چوپان دروغگو میشن، وقتی لحظه که واقعا اتفاق میفته میگن این یک سال، دو سال، سه سال داره تهدید میکنه، انجام نداده بود، من فکر نمیکردم، پس تو اون انکار کاملا میمونه. دوست دارم یه بحثی هم یه موقع راجع به این مثل که کردیم، مطمئنم که کردیم، که درای اکزیت رو ببندین و این تهدیدا رو نکنین، چون خودش زیر پای آدما رو سست میکنه، میگه حالا من یه چیزی گفتم اون که باور نمیکنه. اگه اون باور نمیکنه چرا اصلا گفتی؟ چون وقتی میگی اون سستی رو به وجود میاری. و توی ویدیوهای قبلی اگر نگاه بکنین راجبش مفصلا صحبت کردیم. یه مسئله مهمی هم هست، اگر که یک حرف الکیو شما دهنتون در میاد، بدونین که اگر اون قراره که به این یکی اهمیت نده، به ده تا دیگه حرفاتون هم قراره اهمیت نده. من که همینجوری میگه بس الکی حرف میزنین، خب حرفی رو که میزنین یا الکیه یا
حرفتون رو بجوین ببینین چی میخواین بگین بعد بگین، که بعد نگین من علکی حرف زدم، چون بعدن که میگین چرا به حرف من گوش نمیده. خب 10 بار علکی حرف بزنی هر کی جلوتون باشه دیگه دلش نمیخواد به حرفتون گوش بده، چون آلردی گفتین که من علکی دارم حرف میزنم، براتون کار نکارایی نخواهد داشت. بنابراین درای اگزیت و خروجی رو وقتی که جدی نیستین و تو فکرتون نیست و نمیخواین این کارو بکنین و فقط یه افکار خیالیه توی خودتون نگه دارین و باز نکنین. به هر حال بعد از این انکار کردن، حروف A برای انگر هستش، برای عصبانیت خیلی شدید که وقتی میبینم نه اون جدی هستش و من مجبور میشم که این دیوار انکار رو عقب بزنم و واقعا باش روبرو بشم، یک ریج، یک عصبانیت شدید، یه خشم که باهاش انتقام جویی، باهاش احساس غم و رنجی که اون زیر هست به شکل، چون توش بی قدرتی هست و توی اون انگر، توی اون عصبانیت قدرت وجود داره و من احساس میکنم که کنترل ندارم و میخوام که دوباره این کنترل رو داشته باشم، این با یه حالت انگر و ریج و عصبانیت خیلی زیادی میاد. حروف بعدیش بی توی دبدا برای مرحله سوم بارگنینگ هستش، که چک و چونه زدن با خودم و با دیگریه. اگه این کارو نکرده بود، اگه من این کارو نکرده بودم، اگه فلانی این حرفو نزده بود، حالا اگر وایس سب کنه ما 6 ماه دیگه هم ترای بکنیم، و بالا و پایین رفتن این که چرا اینجوری شد، برای این بود که این شکلی شد، برای این بود که مادرش اون حرفو زد، و این توی این مرحله گیر میکنیم و میخوایم برای خودمون دلیل و برهان پیدا بکنیم، یا با خودمون چک و چونه حالا میخوایم بزنیم که چجوری اینو حالا برش گردونیم، یا چجوری اینو به یه صورت دیگه‌ای به دستش بیاریم دوباره، و به عناوین مختلف توی اون بارگنینگ و چک و چونه زدن با خودمون گیر میکنیم. دب دادی ای بی دی، دی بعدی مال دیپرشن خیلی عمیقه، که وقتی دیگه واقعا با اون واقعیت روبرو میشیم و خودمون رو تنها میبینیم و چک و چونه ها کار نمیکنه، اون واقعا وسایلش رو بست و رفت منزل مادرش، و اینکه رفت آپارتمان گرفت و من حالا توی چهار خونه تنها هستم و برگه های طلاق روی میزه که باید پر کنم، و اون تمام اون مراحل رو پشت سر گذاشتم، ماهاست که توی این گیرودار هستم، تمام خانوادم هم دیگه، دوستام هم خستن، میگه بس دیگه ولش کن دیگه، خیلی خوب برو، حالا طلاق گرفت دیگه تموم شد دیگه، پاشو خودتو بتکون و برو. یعنی هیچ کسی دیگه هم دیگه در فضای سوگواری هم با نشسته، حوصله اونام سر رفته، یه مقدار از دوستا هم طرفدار اون میشن، یه مقدار و یه مقدار کشمکش و جدایی، و یه مقدار از عزیزایی هم که براتون مهم بودن، دوستای مرد یا زنی که همسر شما داشت و شما با همسرش خیلی جور بودین، اگر شوهر شما دوستی داشت شما با همسرش جور بودین، یا خانم شما دوستش داشت و شما با شوهرش خیلی جور بودین و خیلی بادی شده بودین، الان دیگه اونا جبهه کشی میکنن و مجبورن خودشون رو کنار بکشن و از دوست اولیه پرایمری پرسون دفاع بکنن، اونجا هست که یه مقدارم اونجا یک آیسولیشن، یه غمم اونجا برای از دست دادن اون اکستنشن، اون گروه دوست و فامیلی که برای خودتون به وجود آورده بودین، حتی خانواده یش همسرتون، یعنی خانم خیلی ها با خانواده همسرشون بالاخره اونها هم بزرگ شدن، اونها هم جزوی از اون زندگی بودن، اونها هم از با برخیشون خیلی صمیمی شده بودن، و امروز همه اونها رو باید از دست بدن و یک نصف فامیلشون از بین میره، و اگر فامیلی در کنارشون نداشته باشن و تنها فامیلشون فامیل همسرشون بوده، کاملا بدون فامیل میشن، و یه سری حالا دوستان، ولی بدون فامیل شدن هم یه قسمت خیلی بزرگ این فصله طلاق خواهد بود، و حتی کسی که دوستت بوده حالا باید یه حالتی باشی باهاش که نمیدونی که دوستت، رفیقت، پشتت یا نیست، و یا اصلا دعوتت میکنه یا دعوتت نمیکنه، و در اون فضا هم اون تنهایی به وجود میاد و سوگواری نه تنها برای همسر و نه تنها برای خود ارتباطه، بلکه برای تمام کسانی که شما توی این فضا دارین از دست میده. یک چیز دیگه هم که از دست میدین کاپل هوده، که شما با همسرتون دوستایی دارین، همراهایی دارین که جفت جفت هستین، و الان توی این تنهایی دیگه میشین لنگ سوم، میشین پای سوم، و با جفت ها که میرین اون تنهایی اذیتتون میکنه و میبینین که کمپانی خوبی نیستین براشون و لذتی بهتون نمیده که سه نفر، سه جفت دارن میان و شما نفر هفتمین و تنها هستین، و اونم یه فضای دیگه است. به خدا حقمه که طلاق دوست نداشته باشم.
متاسفم که 50% 60% در یک بند در حال طلاق گرفتنن، در نتیجه واقعا جای تاسف فضاییه که به هر صورت اشخاص باید هاش روبرو بشن، باید دانششو داشته باشن، چون یک مسئله ایه که در کنار همه ماها هست، یا در زندگی خودمون اتفاق افتاده یا در زندگی اشخاصی که اطراف ما هستند اتفاق افتاده، و در نتیجه دانش راجع به این مراحل کمک میکنه، چون هم به خودمون اگه برامون اتفاق افتاده و یا دوستانی که در کنارمون هستن کمک میکنه که چجوری در کنار اونها باشیم و فضای ارتباطی رو که به وجود میاد رو باهاش کار کنیم. ببینید مثلا برای سوگواری مرگ عزیزی اکثر ماها تقریبا میدونیم که چجوری باید با یک عزیزی بود، چجوری در کنار سوگواری اون بود و چه کار باید کرد، رسم و رسوم ها چی هست. برای طلاق هنوز انسان ها به اونجا نرسیدن که یک حالت انقدر طبیعی باشه و برای همه اتفاق افتاده که بتونن همچین چیزی رو درک بکنن، در چه دانشی که شما پیدا میکنین در مراحل احساسی طلاق کمک میکنه که کمکی باشه به خودتون و اطرافیانتون. دبدا با ای تموم میشه و این آخرین مرحله این شبه سوگواری برای طلاق هستش که برای اکسپتنس استفادهش میکنیم. اکسپتنس یعنی بالاخره این مراحل رو گذروندن و به پذیرش این مسئله رسیدن و یه مقدار حالا دیگه طلاق تموم شده، قدم جلو گذاشتیم دنبال یک آیدنتیتی جدید، دنبال یک آینده جدید، شاید روی پای خودمون یه مقداری ایستادیم، اون عصبانیت ها تموم شده و شاید توی میدییشن تونستیم به یه موافقتی با همسرمون برسیم که یه همکاری با هم میکنیم. داریم بعضی وقتا متاسفانه، واقعا متاسفم که اینو بگم، ولی بعضی وقتا توی آفیس من، توی دفتر من عزیزانی میان و میگن الان پدر بهتریه تا وقتی که ما ازدواج کرده بودیم، الان میاد سر موقع بچه رو میبره بیرون، میبرتش، براش اسباب بازی میخره، بهش توجه میکنه، میخواد دیزنیلند ببرتش، میخواد باهاش وقت صرف کنه، تلفن میزنه میگه دلم تنگت شده، تلفن میزنه میگه کی بیام دنبالت، در حالی که وقتی با هم بودیم من کار دارم، من سر کارم، پس کی میخوای برم سر کار، خودت به بچه برس، میخوای که خودمو هزار تیکه کنم، هزار جا باشم، و الان داره اون نقش رو انجام میده و قیافه‌هاشون هم بهتر میشه. همه اشخاصی که طلاق میگیرن بعد از طلاق، چون به خودشون قراره برسن که برن تو رابطه های دیگه، میرن دوباره لاغر میکنن، قیافشون رو خوشگل میکنن، لباس های خوب میپوشن، رو خودشون خرج میکنن، همه این کارا رو میکنن که دوباره اترکتیو بشن، که زمانی که تو طلاق بودن و اون زمان های توی ازدواجشون بودن و مسیر طلاق اصلا به خودشون نمیرسیدن و اترکتیونسشون رو کاملا از دست داده بودن. وقتی که به این مرحله اکسپتنس میرسیم، یه روشنایی جدید، یه جای جدید میتونه بر بعضیا متاسفانه خیلی خیلی طول میکشه، بعضیا توی این مرحله سالهای سال میتونن گیر بکنن و بعضیا ظرف چندین ماه و چند یکی دو سالی از این مرحله میگذرن و میتونن به اون پذیرش برسن و یک جای جدید و نو رو برای خودشون باز کنن. توی این مرحله باز هم خواهش من این ازتون اینه که واقعا به نقش خودتون توی اون زندگی نگاه کنین. این دفعه این نگاه کردن به نفع شماست که دوباره همون مشکلات رو توی یک رابطه یه جدید به وجود نیارین، و یا اگر به قول آمریکایی‌ها میگن your picker is broken، if your picker is broken، اگر که نمیتونین با دقت انتخاب کنین یا مسائل ناخودآگاه شما داره شما رو به طرف انسانهایی میبره که ابیوسیف هستن، انتقامجو هستن، خشمگین هستن، عصبانی هستن، با مسائل اعتیاد سر و کار دارن. شما اگه از خانواده ای میایین که با اعتیاد سر و کار دارین، در کمال تأسف یک چیزی به اسم unfinished business، چیزی که باهاش تموم نیستین، با پدر، با برادر، با عزیز، با بویفرند قبلی، با the first high school lover، کسی که برای اولین بار واقعا عاشق شدین و اون ضربه رو بهتون زده، تموم نیستین، میتونه شما رو جایی ببره که دوباره به اون تیپ آدم خیلی خیلی ناخودآگاه. اینو همه ی عزیزا تو آفیس از من میپرسن آخه چطور این اتفاق میفته؟ واقعا ازش اطلاعی ندارین، و وقتی که میرین و جذب میشین به یه نفر توی اتاقی کسای دیگه جذب نمیشن، دلیلی داره، شما حفره‌ای دارین که اون هوک میکنه و این هوک اون حفره و جای خالی شما رو داره بهش گیر میده، قلابتون میکنه. مواظب باشین که اون رو پر کنین، بشناسینش، ببینینش، حلش کنین،
تروماشو کم بکنین. و امروز به قدری تراپی رشد کرده. من یادم خانم دکتر زینی وقتی که برای لیسانسم میرفتم یه حالت ناامیدی به هم دست داده بود که بیشتر سوال وجود داره توی روانشناسی تا جواب. من هر موقع به این بحثا گوش میدم میبینم سوالای زیادی وجود داره ولی جواب نیست. امروز خیلی خیلی فرق کرده و با متدای بسیار جدیدی که شم متد خانم دکتر زین هست که به سرعت بسیار کمی میشه به نقطه خیلی عمیقی رسید و دردهای قدیمی رو واقعا التهابش رو آتیشش رو خاموش کرد و رشد کرد و به جای درستتر و صحیح‌تری رفت. حالا موارد سوگواری که شما فرمودین و کلن گریف اند لاس که داشتین میگفتین، میخوام اینو فقط بدونین که با اینکه مراحل رو ما اینطوری براتون توضیح دادیم ولی بین عصبانیت و چک و جون زدن و افسردگی خیلی موقع ها این مرحله هر پشت سر هم اتفاق میفته تا قبل از اینی که به پذیرش شما برسه. از عصبانیت به و این سه تا پشت سر همه، یعنی عصبانی میشه، میخواد یه کاری رو چه بشه انجام بده، بعد چک و چونه میزنه، بعد میبینه نمیتونه، میره توی ناتوانی و ناامیدی، بعد دوباره بلند میشه از ناامیدی که دوباره یک قدرتی پیدا بکنه، یک حرکتی بکنه و به خاطر همین از فضای عصبانیتش دوباره استفاده میکنه، بعد دوباره میره چک و چونه میزنه و میبینین که پشت سر هم این سه تا داره انجام میشه تا یک روزی دیگه رها میشه این کل این سه تا مسئله و مرحله و یواش یواش میره به فضای اون پذیرشه، میرسه که اون شخص رها میشه از تمام احساساتی که هست و میره توی پذیرشی که اتفاقی بوده که افتاده، چه چیزایی ازش یاد گرفتم و چجوری میتونم از یاد گرفته هام در حقیقت برای آینده تصمیم بگیرم و جلو بذارم پامو و این فضا رو به وجود بیارم. طلاق وقتی که نگاه میکنین پروسی که واقعا آدم ها رو رشد میده و بزرگ میکنه، با اینکه دردش خیلی زیاده ولی میگن ازدواج حتما برای شما رشد به وجود میاره، طلاق رشد دیگری رو برای اشخاص به وجود میاره و یاد میگیرن آدم ها که وقتی یک سری رفتارها رو انجام میدن چجوری میجنگن و چجوری رفتارهای دیگه‌ای رو بعد انجام بدن تا بتونن هم مسالمت‌آمیز رفتار کنن. یکی از مواردی که تفاوت باز میذاره توی یه سری از این احساسا و برای مدت طولانی تری اون حالت قربانی بودن، خشم، احساس گناه رو نگه میداره، اینه که هنوز که هنوزه در قسمت‌های مختلف دنیا دلایل طلاق خیانت به عنوان یک دلایل طلاق بالاترین آمار رو داره. اعتیاد در یک سری از ممالک مثل حتی ممالک ایران و خودمون دوباره رده بالاتری رو داره. البته هنوز اینفیدلیتی و خیانت بالاترینه، اعتیاد هستش و بعد دیگه ابیوز هستش که حالت خشم و کتککاری و اینا وجود داره توش و بعد از اون میادش که دیگه آدم ها دیگه مثلا با هم رشد نکردن و از یک جایی با هم شروع کردن و دیدن که این رشدشون انقدر متفاوت شده که الان اون عشق و صمیمیت و فضای کیفی که داشتن، بازیایی که داشتن و اون فضای جنسیشون رفته پایین، اترکشنشون با هم دیگه رفته پایین و اون میشه مبحث دیگه ای که خیلی موقع ها داره طلاق بیرون به وجود میاره و این از آمارهایی که در حقیقت در امریکا به وجود اومده. و وقتی میبینین توی infidelity و چیز وقتی خیانت به وجود میاد، توی خیانت وقتی طلاق به وجود میاد خیلی مسائل دیگه ای رو در بر میگیره. اون حالتی که قربانی وجود داره و فرزند ها همه میرن به طرف اون قربانی و اون کسی که رفته خیانت رو انجام داده مثل یک مجرمی حساب میشه که کل ساختار خانواده ها و اطرافیان با اون حالت چپ میفتن و بدش میکنن و این حالت خیلی بیشتر ادامه پیدا میکنه تا نوعهای دیگه. مثلا حتی اگر اعتیادم ببینین یک مقدار اون شخص احساس قربانی میکنه ولی یه کسی که معتادم هست باز احساس قربانی بودن میکنه و همه حتی به اون شخص میگن گناه داره، مریضه، چرا ولش میکنی، ولی از طرفی هم کمک میکنن به اینکه میفهمیم، درک میکنیم که اگر تو هم باید دیگه از این فضا رها بشی. در چه مقدار احساساتی که وجود داره و مقدار اتفاقی که از نظر خانواده ها و کامیونیتی میفته که همه آدم ها دور این فضای طلاق رو نگه دارن، دلایل طلاق باعث میشه که احساسات مختلفی و فیدبک و انعکاس مختلفی از جامعه برای اون دو کوپل بیاد و حتی برای بچه ها. و اینم مهمه که بدونی با اینکه پروسه طلاق تقریباً
یک فرم به خصوصی رو داره و اندیویجوالی فردی یک سر بالا پایین میره، ولی دلایل طلاق این مسئله رو خیلی ممکنه که تغییر بده. قبل از این که یه مقدار جلوتر برم، بذارین اینم زیاد همچین وقت جلوتر هم نده اینو حتما عنوان بکنم که دبدا ملزومن یا ملزومن یک چیز بد نیست، یک عکس العملیه که بدن و روح شما داره انجام میده و بهش احترام بذارید، آنرت. اگر غمگینید گریتون رو بکنید، اگر عصبانی هستین و میخواین که با یک نفر این ریج رو نشون بدین، کانستراکتیولی به طور صحیح بدون اینکه به کسی، به مادر فرزندتون یا پدر فرزندتون ضربه ای بزنین، اجازه بدین. یک سیستمی وجود داره به اسم کامپارتمنتالیزیشن. ما توی خونه ظرفا و لباسا و همه چیمون با هم قاطی نیست، هر چیزی یک کشو، یک درایر، یک کمدی جای خودش رو داره و ما میتونیم بلند شیم، دوش بگیریم، توی حموم توی دوش گرفتن اگه میخوام گریه بکنم این اجازه رو به خودم بدم، اگه نمیخوام خودم رو واقعا راه بندازم، آرایشمو بکنم، لباسمو بپوشم، سر کارم برم و به خودم قول بدم که میدونم غمگینی، حقت، جای خیلی سختی نشستی و I will take care of you، من بهت قول میدم که از تو غم من مراقبت خواهم کرد. و بعد از اون توی راه من خیلی وقتا اگر غمی داشتم، خوشبختانه هرگز همچین غمی نبوده، ولی اگر عزیزی رو از دست داده بودم، موقعی که پدر من فوت کرده بود و میخواستم، ایشون داشتن رنج خیلی خیلی زیادی میکشیدن توی 95 سالگی، ولی بازم وقتی که از دست میدی حالت یک اورفن، یه نفر که یتیم شده رو، به خصوص وقتی مادرم هم از دست دادم اینو داشتم، یادمه که بلند میشدم، آرایش میکردم، سر کار میرفتم، با کلاینت ها که بودم اون دیوار انکار به من اجازه میداد که اونو اصلا پس بزنم و کاملا در اختیار کلاینت هام باشم و مثل یک زنی که خیلی حرفه‌ای هست به کارام برسم. و بعد وقتی سوار ماشین می شدم به خودم می گفتم غم من جای تو حالا اینجاست، و حتی یه نوار می زشتم یا آهنگ می زشتم یا به پدر جون فکر می کردم، آقا جون، یا به مادرم فکر می کردم و اجازه می دادم اشکام بیاد. و تمام راهی رو که از برنتفود به خونه می اومدم به خودم این اجازه رو می دادم که بهش فکر کنم و خودم رو اکسپرس کنم، یا به دوستی زنگ می‌زدم و می‌گفتم I really need you، من بهت احتیاج دارم، می‌خوام که با هم دیگه حرف بزنیم، بریم نهار بیرون، بریم شام بیرون، بریم پارک قدم بزنیم، بریم بیچ. و می‌رفتم اونجا و می‌گفتم می‌خوام روشونه ها فقط می‌خوام زار بزنم به کسی که می‌دونستم و بهش اعتماد داشتم. بنابراین هر کدوم این مرحله ها خیلی فانکشنال، جای خودش رو داره. به انکارتون نگین من چرا حواسم نیست، چرا نباید حواسم باشه. نه، آدم سکته میکنه اگر یه خبر بد بشنوه و این دیوار انکار بهش اجازه نده که یه تنفس بکشه و وزنش آروم آروم هر دفعه که به یاد میاره کمتر و کمتر نشه. بنابراین دلیلی داره که ما یه همچین احساساتی داریم. دقیقا. ما مرسی از اینه که ابعاد مختلف احساسی رو راجبش صحبت کردیم. همطور که میدونین این سری طلاق که داریم با خانم برخورداری برای شما میاریم ادامه خواهد داشت. تأثیر طلاق روی فرزندان، چی کار باید کرد که چطور اصلا روابط رو بعد از طلاق بهتر کرد و خودتون رو دوباره بسازید، بچه هاتون رو چطوری در این دوره و فضا ببرید، همه و همه جزو سری خواهد بودش که با هم دیگه قراره که انجام بدیم. نتیجه ماهی یک بار، چند بار، یک ماهی یک بار حتما میان در کنار شما و اینها رو داریم. ولی میگم چون میخواین مجموعه رو گوش بدین، حتما برین به فیسبوک و یوتیوب چنل و عضو اون دوتا بشین که بتونین. تو یوتیوب چنل که میرین، تو خود چنل هم من قسمت های مختلف گذاشتم، اسمش هست دیورس، در اینجا میتونین برین که برنامه ها رو نگاه کنین. برنامه های دیگه هم اونجا هست که با کسانی که تئوریسین های امریکایی، روانشناسان امریکایی و ایرانی با هم دیگه صحبت کردیم، حتی با هنرمندان صحبت کردیم، میتونین اونجا ببینین. فیسبوک خوبیش اینه که آرتیکل های مختلف هست و میتونین که از اونها استفاده کنین. مرسی از شما. یک دنیا ممنون از بینندگان عزیز که به ما اجازه میدن این وقت رو باهاشون باشیم و شب و روز خوبی داشته باشیم. تا هفته آینده، روز و شبتون خوش.